گفتن که حاج آقای محمدی فرمودن که حیوانات در جهان دیگر محشور می شوند و اگر حیوانی به حیوانی ظلم کرده باشد مجازات می شود. سوالم اینه، حیوانهای وحشی مثل شیر و پلنگ که ماهیتشون اینجوره آیا باز مجازات می شن؟ چجوریه؟ نه، اون چه از پیامبر روایت نقل شده که فرمود که ینتصف القرناء عن الجماء، پیامبر فرمودن حق حیوان بی شاخ در قیامت از حیوان شاخدار گرفته میشه که تو چرا به این شاخ زدی؟ به همه که شاخ نمیزنه، به یکی چرا شاخ زدی؟ در این حد اختیار داشت که شاخ نزنه، ولی صاحب خودش شاخ نمیزنه. اینو در روایت داریم. در قرآن هم و از الوحوش و حشرات داریم، هنگامی که وحوش محشور میشن در قیامت، هم در اون آیات آخر سوره مارچه نبع که و یقول کافر و یا لیتنی کنت و ترابا، داریم که در قیامت حیوانات محشور میشن و اون مظلوم، حق مظلوم از ظالم گرفته میشه، اون حیوانی که به حیوان دیگه ظلم کرده حقش گرفته میشه و انتصاب حاصل میشه. بعد هر دو میمیرن، چون نفس مجرد ندارن هر دو خاک میشن. اینجاست که کافر میگه و یقول کافر و یا لیتنی کنت و ترابا، میگه کاش منم مثل اینها بودم که نفس مجرد نداشتم، الان تنبیه می شدم و می مردم و خاک می شدم. این سخن کافر اینجاست. خب این در صورتی است که حیوانی از اون غریزه حیوانی خودش تخطی کرده باشه، تجاوز کرده باشه. درست. یک پلنگ، یک گرگ، اون غریزه حیوانیش درندگی است، اصلا کمالش به درندگی است. اگر زمانی گرگ گوسفند رو نداره دیگه اون گرگ نیست. نه، از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. کمال شیر به حمله کردن و دریدن، کمال آهو هم چیه؟ به فرار کردنه. کمال حیوانات با هم فرق داره. کمال گوسفند به اینه که چاق و چله بشه، چون اون چی انسان براش خوبه گوسفند چاقه. اما کمال اسب دیگه به چاق شدن نیست. اسب چاق بشه چه به درد میخوره؟ اسب باید میان کشیده باشه که خوب سواری بده. هر کدوم جای خودشون رو باید داشته باشه. هر کدوم کمالشون با هم فرق میکنه. جهان چون چشم و خد و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. جهان چون خد و خال و ابروس. خد یعنی گونه. آه. و خالی که رو گونه نشسته خیلی زیباست. جهان چون خد و خال. خال و چشم و ابرو. چشم و ابروس. با هم تناسب دارن. که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل جواد همه عالم سرافه. حالا عرضم این بود که کمال گرگ به همون کارشه، اون تخطی نکرده. بله اگر گرگی بی خود چون قوی تر بود گرگ دیگه رو گاز گرفت، این تنبیه میشه، این که دیگه نیاز تو گوسفند نیاز داشتی برای برای خوردنت و برای باقی بقای خودت، اما چرا این گرگ دیگه گازش گرفتی؟ چرا اون گوسفندی که نیاز نداشتی رو دریدی؟ اگر تخطی کرده باشن از اون مجاری غریزی خودشون، اونها اونجا تنبیه خواهند شد. اونایی که ما گفتیم کسانی بودن که مثلا شاخ زدن که دیگه نیازش نبود، که این که یک حیوان شاخدار بیه حیوان بی شاخ شاخ زد، این که نیازش نبود، که اونها گفتیم که اونجا انتصاف حاصل خواهد شد. البته این یه نظر بود، یه نظر اینه که اصلا مراد از وحوش که در قرآن اومده انسان‌های وحشی هستند. بسیار. یه دو گفتن که اصلا وحشی به معنی حیوان نیست، انسان‌های وحشی. بعضی گفتن انسان‌های قبل از این انسان، از الوحوش و حشرات، این انسان هایی قبل از انسان بودن که اونا هم اهل سبعیت. حالا این روزا داریم یه انسان هایی میبینیم که صد رحمت به حیوانات در رنده. بله. سن واقعا دایشی مایشی ها اینا رو منظورم. خب عرضم حضورتون که آقای سپری از همدان گفتن شیطان به حضرت آدم سجده نکرد، خدا بیرونش کرد از بهشت. از بهشت ما انسان ها چه گناهی کردیم که شیطان گولمون میزنه؟ اولا که شیطان تو بهشت نبود، خدا بخواد از بهشت اخراجش کنه. شیطان در مقامی که در بین فرشته ها داشت از اون مقام هبوط کرد، چون اون مقام جای سرکشی و جای طغیان و جای نافرمانی نبود. درست. مقام فرشتگان لا یعصون الله و هم به امره عملون بل عباد و مکرمون. کسی که عصیان کرد اون مقام جای اون نیست، از اون مقام هبوط کرد، نه اینکه تو بهشت باشه از بهشت اخراج بشه. مطلب دوم این که خب ما گول شیطان رو نخوریم، شیطان که ما رو گول نمیزنه، ما دنبال شیطان را میفتیم. خودش روز قیامت با جسارت تمام میگه که ما کان لی علیکم من سلطان،
آیه قرآن فرماید که شیطان میگه من چه تقصیر داشتم؟ من که به شما سلطه نداشتم که. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من فقط شما دعوت کردم، خودتون دوال من را افتادید. فلا تلومونی ولوم و انفسکم. ما انا به مصرخکم و من تون به مصرخی. من که شما را مجبور نکردم، شما که مجبور نبودید که. خودتون دوال من را افتادید. کی گفته که شیطان بر ما مسلط؟ ما شیطان رو بر خودمون مسلط میکنیم. مطلب بعد این که اتفاقا شیطان برای رشد انسان لازمه، در واقع کیسه بوکس انسانه، حریف انسانه. یه کشتیگیر در صورتی میتونه کشتیگیر باشه که بخواد حریف داشته باشه، تمرین کرده باشه دیگه، بدون اینکه بخواد با کسی کشتی گرفته باشه که پهلوان قهرمان نمیشه که. ما با درگیری با شیطان و گلاویز شدن با شیطانی که رشد میکنیم بالا میایم. یعنی اگر هم شیطان نافرمانی نکرده بود، خدا برای به کمال رسوندن انسان حتما با شیطان خلق می‌کرد تا انسان‌ها به کمال برسن، که در واقع حریف انسان‌ها باشن. و اگر انسان حریف نباشه، کمال بدون مبارزه و بدون همین کشتی گرفتن و ورزش کردن و مشقت و اینا نمی‌شه. بنابراین اگر انسان برس به جایی برسه، حتما باید یک دشمن این گونه داشته باشه که باش درگیر بشه، گاهی زمین بخوره گاهی زمینش بزنه تا رشد کنه بیاد بالا. مطلب بعد اینکه خداوند در کنار شیاطین برای ما کمک‌های فراوانی گذاشته، عقل رو قرار داده که ضد شیطان عمل بکنه. به ازای هر شیطانی خدا یک فرشته رو مأمور کرده که با ما همکاری بکنه. یعنی فرشته ای همیشه همراه ماست که ما رو از شر شیطان حفظ میکنه. اگر ما طرف عقل رو گرفتیم، طرف فرشته رو گرفتیم، شیطان میشه اسیر ما. اگر نه عقل رو کنار زدیم و اون فرشته خوبی رو کنار گذاشیم، بعد شیطان بر ما مسلط میشه. بسیار دست شما درد نکنه. 0921 376 تو شماره آخر 20. آیا خداوند بخواهد هر که را هدایت میکند، آیا هدایت فقط در اختیار خداوند است؟ اگر جواب مثبت است، پس آن کس که هدایت نمیشود خداوند نخواسته، و اگر جواب منفی است، چرا ما در قرآن هدایت را از خداوند میخواهیم؟ بله، همه کار هر کاری مال خداست. لا حول ولا قوت الا بالله. حول و قوه و نیروی نیست مگر از خدا. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. نشست و برخاست ما هم به حول و نیروی خداست. حتی کاری هم که ما میکنیم همش کار خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیامبر فرماید که تو نبودی که تیر میانداختی، خدا تیر میانداخت. داری پیامبر بود که تیر میانداختی یا سنگ میپاشید. اون کاری هم تو کردی کار خداست. یعنی در طول اراده شما خداست که شما رو خلق کرده، بهتون اراده داده، بهتون قدرت داده. هر وقت بخواد اراده شما رو میگیره، هر وقت بخواد قدرت شما رو میگیره. پس همه کارها کار خداست. اگه ما رو خلق نمی‌کرد، ما کاری انجام نمیدادیم. پس کاری هم که ما انجام میدیم بعد از اینش، خدا به ما آفرینش رو بخشیده و اراده رو خلق، اراده رو داده، قدرت رو داده، عقل رو داده. همه اینها باعث میشه انسان کار انجام بده. بنابراین بله، همه کارها کار خداست. و خدا هم همه بندگانش رو هدایت کرده، هم تکوینن هم تشریعن. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. قرآن فرمود پروردگار ما کسی است که حضرت موسی در جواب فرعون که بهش گفت خدای تو کیه، گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. همه چیز شیء دیگه، همه چیز خدا همه چیز رو خلق کرده و هدایت هم کرده. این هدایت تکوینی. تشریعا هم خداوند وقتی پیغمبر که میفرستاد، به پیغمبرش میفرمود که همه رو دعوت کن. هم ابوذر رو دعوت کن، هم ابوجهل رو، هم حمزه رو دعوت کن، هم ابولهب رو. پس پیغمبر که مبعوث شد که هدایت تشریعی باشه. در هدایت تشریعی هم پیغمبر سوا نکرد، بگه بعضی رو من هدایت میکنم، بعضی رو نمیکنم. از طرف خداوند متعال همه رو دعوت کرد. تا اینجا هدایت عام بود و خداوند تکوینن و تشریعن همه رو هدایت کرد. خب مردم با توجه به اینکه اختیار داشتن دو دسته شدن. یک دسته از اختیارشون سوء استفاده کردن و هدایت خدا رو نپذیرفتن. درست. پیامبر خدا رو قبول نکردن، تکذیبش کردن. اینها رو خداوند دیگه اون هدایت بعدی رو بهشون نداد. به این عدم الهدایه قرآن میگه یضلو یهدی من یشا و یضلو من یشا، منظور این دو هدایت است. اونایی که قبول کردن مثل ابوذر، مثل حمزه، خدا بهشون جایزه داد.
جایزش چی بود؟ هدایت مرتبه دوم، مرتبه سوم. پس یهدی یعنی هدایت مرتبه دوم. درست. یوزلو یعنی عدم این هدایت. نه اینکه خدا آدرس عوضی به کسی بده. پس یهدی و یوزل هر دو درسته. درست. یهدی هدایت مرتبه دوم برای حمزه، یوزلو عدم این هدایت برای ابولهب. پس خداوند همه رو هدایت کرده، منتها اینکه آیا خداوند همه رو جبران هدایت کرده؟ نه خیر، اختیارا هدایت کرده. پیامبر که اومد کسی مجبورش نکرد. گفت من از طرف خدا اومدم شما رو هدایت کنم. بعضیا پذیرفتن مثل حمزه هدایت شدن و خدا هم کمکشون کرد و هدایت بیشتر بهشون داد. بعضیا نپذیرفتن مثل ابولهب، خدا هم دیگه اونها رو رهاشون کرد و هدایت مراتب بعدی رو بهشون نداد. این معنای هدایت خداست. پس ما اختیار داریم که هدایت خدا رو بپذیریم یا نپذیریم، در این حال که خدا کار خودش رو انجام داده. بسیار 913-261 شماره آخر 90. با سلام علیکم. سلام از استاد محمدی بپرسید که داریم میپرسیم که انسانهایی که انسانهای دیگر رو گمراه کردن بعد از مدتی خودشون توبه کردن، تکلیف آدمهایی که گمراه کردن چی میشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید. نمیدونم ما چقدر وقت داریم که این سوال من بتونم جواب بدم. حدود 3 دقیقه. بله، این سال نیاز به وقت بیشتری داره. من عرض می‌کنم خدمت دوستان که حق الناس، حقی که به گردن انسان میاد دو نوع هست، حق الناس و حق الله. وقتی انسان گناهی مرتکب میشه، این گناه دو تا حیثیت داره: یک، نافرمانی خدا، دو، حقی که از این گناه گاهی ایجاد میشه. 4 دقیقه 3 دقیقه گفتم دیگه، 3 دقیقه وقته. ببخشید، دوباره از اول بگم؟ نه بفرمایید. دو تا حیثیت داره: یک، حیثیت نافرمانی خدا، دو، حقی که ایجاد میشه از این گناه. ممکنه حق الله باشه، ممکنه حق الناس باشه. با توبه اون گناه بخشیده میشه. این دیگه بعد از این دوز نیست. قبلا دوز بود چون مال مردم دوزیده بود. قبلا تارک و صلات بود، فاصله با کفر نداشت و جاش تو سقر بود، تو جهنم. الان که توبه کرد دیگه تارک و صلات نیست، دیگه دوز نیست. این بدهکار به مردم هست، مثل کسی که وام گرفته که باید وام مردم چیکار کنه؟ پرداخت بکنه. اینم که نماز نخونده، مثل کسی که نماز روش قضا شده، خواب مونده قضا شده، گناه نکرده. اما اون حق به گردنش هست. هم حق الله هم حق الناس 4 شاخه میشه. من فقط حق الناس رو عرض میکنم. یکی از شاخهای حق الناس، حق الناس مالی است. انسان مالی از دیگران رو حفظ و بیل کرده، باید پس بده به هر شکلی. طرف مرده، به ورثش باید بده. حالا به هر شکلی هم بهش برسونه کافی است، به حسابش فارس. این یک. دو، حق الناس جانی. طرف رو مثلا زده دستش شکسته، باید بهش مراجعه کنه، بگی من شما چه حقی به گردن من داری؟ میخوای دستمو بشکنی؟ بسم الله. میخوای دیه بگیری؟ حاضرم. میخوای ببخشیم؟ چه ببخش. و سه، حق الناس آبرویی و ارضی. آبروشو برده، غیبت کرده، تهمت زده، که اینا باید 3-4 که باید انجام بده. هیچ الان فرصت نیست، من میخوام توضیح بدم. 4، حق الناس اذلالی. اینا به ترتیب سخت میشه. مالی خیلی آسونه، خیلی راحت میشه انسان از زیر بار مال بیاد بیرون. جانی سخت‌تره. طرفو کشته، حالا مثلا اگه بخوام قصاص کنن مثلا حقش برطرف. آبروی خیلی سخت‌تره. آبرو که ریخت دیگه بر نمیگرده، نمیشه جبرانش کرد. اذلالی از همه سخت‌تره. طرفو گمراهش کرده، 10 سال در گمراهی به سر برده، حالا توبه کرده، فرض کنیم بره ارشادش بکنه، اون 10 سالش کار کنه. اما چیکار باید بکنه؟ علاوه بر اینکه باید توبه بکنه به خدا ببخشدش، باید در حد توانش اون افرادی که گمراه کرده رو بره برشون گردونه، بره برشون گردونه مسیر مستقیم. و دو، به ازای این کاریشی کرده تا میتونه افراد دیگر رو ارشاد و هدایت بکنه، همه وقتش رو یا در حد توانش وارد بشه تو این فضای مجازی، تو این گروه های اجتماعی، نمیدونم تو، انقدر از این کارها هدایت بکنه مردم رو که جبران اون مافات بشه. که تا حدی جبران بشه دیشون دهی گمراه کرده. و سه، برای اون کسانی که گمراهشون کرده کارهای نیک انجام بده، کارهای خیر انجام بده که اونها بعدا اون رو ببخشن به خاطر این خدمت هایی که او بهشون کرده. البته این خیلی فشرده است. وقت فهمید. بله، خیلی فشرده است. کردم که اگه این کارو انجام بده تا حد این حق ادا شده، اما عمده اینه که حتما باید توبه کنه، پشیمان باشه از اون گناهی که انجام داده. و واقعیت اینه که این نوع از حق و ناس خیلی سخته. خیلی سخت.
قابل قیاس با اون حق الناس های اول و دوم اونها نیست. حالا این حق الله و حق الناس هایی که ما میدونیم زایش شده پناه بر خدا از اون حق الله و حق الناس هایی که خبر نداریم، قفلت کردیم ما همینجور به گردنمون مونده و اصلا یادمون هم رفته و اینا، اینا رو نمیدونم. حالا بعدم باید سوال بپرسم توی برنامه که اینا رو باید چه کار کرد. دست شما درد نکنه آقای عزیزم، مثل همیشه استفاده کردیم از فرمایشات شما. عوامل ندارین؟ مستا. زنده باشید، محتاج. خیلی ممنون که تا پایان این پرسمان هم دل دادید به آنچه که در این پرسمان پخش شد. امیدوارم که زنده باشم در پرسمان دیگر هم محضر شما عرض ادب کنم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یا حق، خداحافظ. امین.